سلام بر شما در این فراخبر. وزیر خارجه روسیه میگوید که مسکو انتظار دارد تا رهبران طالبان به وعده های خود درباره تشکیل دولت فراگیر که در آن گروه های سیاسی و قومی باشد عمل کند. سرگی لاوروف ادعا دارد که آمریکا در تلاش بازگرداندن زیرساخت های نظامیش در منطقه و اطراف افغانستان است. همزمان با این امارت اسلامی حکومت سرپرست در کشور را همه شمول و فراگیر می داند. چرا صداهای پی هم درباره تشکیل حکومت فراگیر شنیده می شود؟ اینجا در فراخبر. مهمانان شریک در بحث آقایان دکتر سمیع‌الله پویا، کارمند ارشد انستیتوت شرق شناسی اکادمی علوم فدراسیون روسیه، و رحمت الله حسن، آگاه روابط بین الملل، با ما همراه هستند. مهمانان عزیز، سلام بر شما، به برنامه خوش آمدید. آقای پویا، بحث رو با شما آغاز میکنیم. روس‌ها پس از اینکه آمریکا، آلمان، ایران و کشورهای منطقه را همینطور که پشت سر هم نگاه بکنیم، پس از نشست دوحه صدا بلند کردن در مورد تشکیل دولت فراگیر سخن زدن، حالا روس ها همین صدا را بار دیگر تکرار میکنه، این به چه معناست؟ سلام با شما جناب محترم سپهر صاحب و جناب محترم حسن. بله، درست است که روسیه اماره پیشنهادات مشخص را به طالبان ارائه کرده که یکی از او جمله همون چیزی که شما میگین، حکومت به حساب با پایه های وسیع. البته تفاوت های وجود داره، من فکر میکنم در دیدگاه کشورها در رابطه با ای که چه نوع حکومت در افغانستان شکل بگیره. فکر میکنم که این دیدگاه ها اما دیدگاه های خود کشورها است و ما معزل افغانستان در رابطه با تشکیل حکومت خوبتر از همه میفهمیم، درک میکنیم. ما باید کوشش کنیم که، من فکر میکنم طالبان بهتر است که به افغانها گوش بتن. افغانها میخواین که حکومت همه شمول به این معنا که در اونجا همه به نمایندگی از مردم افغانستان، نماینده های افغانستان یا به شکل مستقیم و با مشروعیت نظام اونا چیز بتن، رای بتن، رای اعتماد بتن. ای اصل است، نه ای که حکومت گویا مشارکتی که در اونجا عذاب و مچم شخصیت های دیگه که سیاسی که خوب با نام هایشان اشناسیم اونا باشن. نه خیر، چون این چیز را فکر میکنم که ای اگر جانب حاکمیت موقت در افغانستان بره به طرف مشروعیت نظام خود و به ملت خود رجوع کنه و ملت خود نمایندگان خود انتخاب بکنن و از او جمله یک رهبری کشور انتخاب بکنن، این فکر میکنم رای حل است که دیگه سوال بر کشورهای منطقه و جهان باقی نمیمانه. این اصل موضوع است، چون این چیز متاسفانه در افغانستان صورت نگرفته و طالبان همیشه مدعی به این هستن که مشروعیت کسب کردن در فرد که به حساب شرایط حقوقی را ما در رابطه نمی بینم. این گام اولی که درست باید طالبان می برداشتن در این دو سال متاسفانه نبرداشتن. بسیار زیاد تشکر. از این جب پرابلم ها می گیرن. بسیار زیاد تشکر. آقای حسن سلام بر شما، شما به برنامه خوش آمدین. وزیر خارجه روسیه میگه که مسکو انتظار داره تا رهبران طالبان به وعده های خود درباره تشکیل دولت فراگیر که در آن گروه های سیاسی و قومی باشد عمل کند. از کدام وعده فکر میکنین سخن میزنن؟ سلام جناب سپهر صاحب و مهمان عزیز، مردم نجیب افغانستان. ببینید، یک مرور بکنیم، در عقب برگردیم. دولت همشمول کرزی و غنی، مثال برتان میدم، دو مثال بسیار ساده و کوچک که شما از میمنه هستین. ما در دولت کرزی و غنی یک بررسی از میمنه کردیم که 70-75% نفوس میمنه ازبکاست. یک والی نیمه کاره ازبک می بود، تمام دستگاه دولت، ریاست ها، دیگر ها، هیچ کس یک ازبک اونجا نبود. این را می گفتن همه شمول. مثال می تو ولسوالی خود ما کشکمش است، در حدود 70-80% ولسوالی ما همه ازبک هاست. یک دفعه یک ولسوال ازبک همونجا تعیین نشد، یک قماندان ولسوالی تعیین نشد. بنابراین می گفتن این همه شمول دروغ میگن، همه شمول از یا مطلق دروغ بود. امروز دونمو میمنه اکثریت ازبکا سر قدرت است
دمو ایش کمش که اولسوالی ما بود اکثریت ازبکا سر قدرت است. ایران میگن اماشمول، اماشمول بنام چند تا دوز از اونجا اونجا جمع که در اونجا بشن نامش اماشمول بانه. یک مثلا روسا چرا اماشمول داد میزنن؟ روسا ای طورست میخواه نماینده های خود اونمو دوزدهای اروپایی را افغانستان را وطن ما را چور کردن، بانک های دیگه دنیا را پر کردن، اموار نمایندهای به نمایندهای به صفت نمایندهای قوم ها بیارن در افغانستان، پس در این دولت شامل بکنن. بس طالب ها رهبری طالب ها خواهش میکنیم امو فامیل هزار نفری دوست رهزن قطع و طریق افغانستان به بدبختی سوق داد، نامایشان نمیگیریم، کل مردم میفهمه از هر قوم رهبرایشان امو قوم ها کلانایشان دوزدهایی که بودن ای را باید که هیچ وقت در قدرت سهم نتن. با برای ما مهم است کسی خدمت کنن. ما بگیم تماما چوکی ها را برای یک نورستانی بته، برای یک بلوش بته، برای یک پشتون بته، برای یک تاجیک بته، او انسان باشه، یک مسلمان باشه، دو صادق باشه، سی برای مردم خود خدمت بکنه. این گپای روسا برای ما در روسا در از اول که در وطن ما مداخله کردن جز تباهی بربادی همین چیزا را به بار آوردن، بس مرکز اساسی نفاق، یکی از اوایل کار روسا نفاق انداختن، مسائل قومی قبیلوی را در افغانستان چاخ کردن، نفاق انداختن. بسیار زیاد تشکر آقای پویا. چطور میشه به این سر و صداهایی که از بیرون میشه نقطه پایان داد؟ مثلا آمریکا از گروه های عرص افغان سخن میزنه، روسا هم همین حرف میزنه، دولت فراگیر میگن، آمریکا هم همین حرف میزنه. از سه تا شرطی که در مورد به رسمیت شناختن دیروز ما بحث کردیم، دیشب بحث در فراخبر داشتیم، یکی از امون بحث دولت فراگیر بود، گروه های عرص افغان بود. خب حالا در منطقه از نقض حقوق بشری کمتر سخن میشنویم، ولی در غرب این موضوع بسیار پررنگ هست و هر روز نشست ها برگزار میشه. چطور میشه به این سر و صداها نقطه پایان داد در حالی که آقای حسن باور دیگه دارند در مورد موضوعات داخلی افغانستان؟ با احترام به جناب محترم حسن بگویم که البته ای که اونا ادعا میکنه که روسا دوزا را میخواین به قدرت بیارن، این را باور بکنیم مدام اینجا هستم، این دوزها بارها به روسا مراجعه کردن که با اونا بشینن و مذاکرات داشته باشن، از اونا دعوت بکنن. روسا برعکس هیچ نوع علایق و هیچ نوع تمایل به این نداره که اونا را باز هم به قدرت بیارن. این قدم اول. در رابطه با سوال شما باید بگویم که برای ما اهمیت داره کاری که ما میکنیم، ما افغان ها میکنیم، چه اجراءات را ما میتونیم روی دست بگیریم تا بتونیم که مشروعیت خود در داخل نظام، در داخل کشور خود تامین بکنیم. اگر ما چنین کار را بکنیم هیچ جای برای کشورهای منطقه و جهان باقی نمیمانه که ادعای خود اینا بخواهیم به کرسی بشانه. مهم ای است که ما مشروعیت نظام در داخل کشور خود کسب کنیم، چیزی را که تا به حال متاسفانه کسب نکردیم. اگر چون این کار شده بنان ما بسیار معضلاتی که با داریم با جامعه جهانی حل میشه، خود به خود حل میشه. آمدیم در رابطه با ای که گروه های شروشی و شما گفتین، درست است که در افغانستان پرابلم ها وجود داره، لحاظ تعدیداتی که ممکن متوجه منطقه شده یا برنامه های بزرگی که امریکا داره در منطقه، این باید فراموش نکنیم. واقعا در این قسمت باید این اعلامیه که آقای لاوروف هم چیز کرده این را باید جدی بگیریم، چون چنین تجدیدات وجود داره، این تصادفی نیست. استخبارات کشورها بسیار فعالانه عمل میکنه. شما در هفته گذشته باید داریم که چهار نفر خواستن که به سرحدات تاجکستان اون نوبور کنن و دو نفرشان گویا از بین رفت و دو نفرشان فرار کردن، به این معنا که هنوز وجود داره این پرابلم ها، اگرچه به شکل بسیار کم و مقتوی است، اما اونا میتونن که یک معذر به کشورهای منطقه ایجاد کنن. و امریکایی ها شما در حالتی که امروز در جهان حاکم است، پرابلم هایی که امروز در روسیه است، امریکایی ها حتماً گزینه های را میبینن که برای روس ها و چینایی ها و همچنان برای ایران و کشورهای منطقه بعض تشنجات ایجاد بکنن. این چیزهایی است که باید طالبا وقت از این است که در تعامل با کشورهای منطقه هرچی زودتر قرار بگیرن
و این تشنجات که وجود داره یا این تشویش هایی که وجود داره با اونا یک جای راه حلش پیدا کنن، به خاطر که به تنهایی بر طالبان هم مشکل است که این کار را بکنن. به این خاطر ما فکر میکنم که اول در قدم اول باید کارهای خانگی خود حل کنن، در قدم دوم در تعامل با کشورهای منطقه قرار بگیرن و این معضلات میتونیم که ما حل بکنیم. بسیار زیاد تشکر آقای حسن. همه کشورهایی که در قضیه افغانستان زی دخلن، حالا کشورهای بزرگتر نگاه بکنیم که حق ویتو دارند در شورای امنیت، همین کشورها همگی پشت سر هم از حکومت فراگیر یاد میکنن، گروه های حراس افغان یاد میکنن، از موضوع نقض حقوق بشر یاد میکنن. چه تفاوتی داره وقتی اینا این موضوعات به سر زبان میارن؟ چه اهدافی در پشت این موضوعات نهفته است؟ اونا چی میخوان؟ چند مسئله عمده را در مورد افغانستان باید ما بسیار با دقت مورد بررسی قرار بدیم. اول ببینید آمریکایی ها در افغانستان با 3 تریلیون دلار مصرف هیچ نوع سیستم را ایجاد کرده نتوانستن، بالاخره شکست خوردن، از افغانستان فرار کردن و شکست از یاب شکست تاریخی است که تماما دنیا سر آمریکایی ها امروز خنده میکنه از یک کشور فقیری که هیچ چیز نداره تو شکست خوردی. یک روسا هم قبلا در افغانستان شکست خورده بودند، 11 سال در افغانستان بمبارد کردند، قتل عام کردند، کشتن، شکست خوردن، رفتن 15 کشور تجزیه شدند. حال روز روسا به این رسیده با مو برادرای نزدیک خود اوکراینا، روسا از یک فرهنگ، از یک تمدن، از یک مذهب هستند، امروز راکت های زمین با هوا، هوا به زمین، بمبارتمان یک دیگر، حتی اوکراینا قادر به ایش قصر کرملین هم در 3 روز بمبارد بکنند. ببینید روسا حالشان به این حالت است. هر کس با ملت مظلوم، ملت بیچاره، ملت فقیر افغانستان ظلم بکنه از این قدر روزی بدتر میشه. آمریکایی ها روز خوبی ندارن. آمریکایی ها شرایط زندگی برای آمریکاش، ما اگر دوستای در آمریکا داشته باشیم ببینید نرخ مواد خوراکه و مواد اولیه که در آمریکا نرخ سرسام‌آور بالا رفته، قدرت خرید مردم بسیار پایان آمده، دلار در سطح دنیا به ارزش در آیز در برای خصوصا در آمریکا اینفلاسیون بسیار زیاد است. این بخشایش میمانیم. اهداف روسا در مورد افغانستان چی است؟ روسا دستشان از تمام دنیا خالی است. روسا در حال شکست در اوکراین است. اوکراین ها چنان توانمندی مقاومت نشان دادن که روسا را ضربات بسیار کوبنده میزنن. در این هفته اینقدر ضربات روسا را زدن در تاریخ روسا بی‌نظیر بوده. بنابراین روسا تلاش دارن از یک کشور فقیر افغانستان، اگر تشنجات اینجا هرچی که اضافه شود شود تاجیکستان، ازبکستان، آسیای میانه در حراس از زیر بال روسیه بگیرن. ولی برعکس کشورهای آسیای میانه کشورهای بسیار مدرن شدن، رهبرهایشان مردم بسیار قوی است، امروز میفهمن زیر سایه روس برآمدن بر از یک استقلال 100 ساله که روسا استعمار خطرناکی را برای سر از این مردم با وجود آورده، فرهنگشان و دینش ازشان گرفته بود، امروز یک استقلال دارند، این استقلال خود دوباره از دست نخواهد بتن. مثلا آمدیم که طالب ها چی کارهایی را در افغانستان میکنند؟ خرابترین کار طالب ها همیست که باید دخترها را اجازه بره بتن مکتب بره و خانم ها را اجازه بتن کار بکنه، حقوق بشر را مراعات بکنه، حقوق اقلیت ها را مراعات بکنه. ولی اگر ببینید دولت ائتلافی، دولت همشمول نه در ایران وجود دارد، نه در آسیای میانه وجود دارد، نه در روسیه وجود دارد. بران دولت طالب ها امروز مردم میبینند به چشم خود امنیت 100% برقرار است. گروه های کوچکی را که سر میوردن سرکوب میشوند، مردم امنیت دارند. ولی مشکل اساسی مردم امروز مسئله اقتصادی است. ولی در تلاش های همه جانبه که صورت میگیره این مشکلات اقتصادی را حل بکنند، کشورهای غربی خصوصا پاکستان به همراهی از این مشکلات اقتصادی افغانستان میخوان زیر پای مردم افغانستان چاپ بکنن، مردم افغانستان در او چاپ پرتوان. امیدوار هستم خودشان به او چاپ پرتوان. ولی اقتصاد افغانستان و اقتصاد پاکستان امروز مقایسه کنید، پاکستان نه جنگ دیده نه مشکلات دیده، اقتصاد ما 100% بهتر شگفتر نسبت اقتصاد پاکستان است. بسیار زیاد تشکر آقای پویا. اگر در بحث کلانتر به موضوع افغانستان نگاه بکنیم، همونطور که حالا پیش از این آمریکایی ها در مورد گروه های حراس افغان از جمله داعش و القاعده نگرانی میکردن، آمریکایی ها اینکه خطر متوجه اونا است بارها مطرح کردن، ولی حالا سرگئی لاروف ادعا داره که آمریکا در تلاش بازگرداندن زیرساخت های نظامیش در منطقه و اطراف افغانستان است و حتی میگه که
آمریکا گروه های عرصف کن به شمول داعش و القاعده را پشتیبانی میکنه. چرا این حرفا در مورد بالا حضور گروه های عرصف کن به این اندازه ضد نقیز است و اتهام زنی ادامه داره به این شکل؟ به این شکل نیست که گروه های داعش در افغانستان قسمان وجود داره. برای گروه های داعش گروه های از آسیای میانه و که مربوط به میشه با شاخهای حزب تحریر در ازبکستان و همچنان گروه های از تاجک‌ها و قزاق‌ها در اونجا قرقس‌ها وجود داره در افغانستان. اونا فعلا یک حالت آماده باش و خفتر دارن، اما میتونن به روز به یک نیرو مبادر شن و برای آسیای میانه پرابلم هایی را ایجاد بکنن. مهم ایست که کدام برنامه ها را امریکایی ها میخواین روی دست بگیرن. من فکر نکنم که امریکایی‌ها علاقه داشته باشن با القاعده. اونا اگرچه در ایجاد القاعده و در وقتش امریکایی‌ها سهم داشتن، اما بعدا اونا به دشمن امریکایی‌ها مبدل شدن. فکر نکنم که در اونجا قسمت، اما جایی که داعش برای داعش لانه‌های خود داره و اگر امروز در حالت جنگ با طالبان هستن، اما امکان داره که تشنجات را ایجاد بکنن. ممکن هم بازم براتون بگم که نیروهای جدید شورشی ممکن که ایجاد شده که با نامهایشون ما شما بلد نیستیم. بنابراین هم ارتباط میگیره به رشد اوضاع در اوکراین و قسم من نمیتونم که موافق باشم با دوست ما آقای حسن که اوکراین ها موفق هستن در جنگ خود. طبعا ما شاید بعضی مسائل دیگه هستیم، پیشرفت‌های دیگه هستیم در هیچ قسمت، اما موضوع بحث ما نیست و نمیخوایم در این قسمت بحث داشته باشیم. مهم ایست که برای ما افغان ها مهم ایست که ما خود ما چه قسم خود بکشیم از این معضلات، چه قسم خود بیرون نگاه داشته باشیم، چه قسم خود خلط نکنیم در این مناسبات. بله، و شما آقای پویا باور دارین که در میان این همه واکنش و موضع‌گیری میتونیم از این وضعیت بیرون شویم و راهکاری وجود دارد؟ میکنم که اگر مدیریت درست صورت بگیره در سیاست خارجی ما امکانات زیاده داریم. ما کشورهای منطقه را میبینیم بسیار علاقمند هستند در تامین امنیت در افغانستان. ما در این قسمت برای شما میتونم که به مسئولیت بگیم که هیچ کشور منطقه را من نمیبینم که آرزو داشته باشه که در افغانستان دوباره تشنجات ایجاد شد، به خاطر که هیچ نوع علایق وجود نداره. علایق اقتصادی بیشتر و مراتب بیشتر است از تشنج در افغانستان. از این موقع باید استفاده درست صورت بگیره، یک مدیریت درست سیاست خارجی باید باشه تا بتونه که تعامل هرچی زودتر و نزدیکتر با کشورهای منطقه ایجاد کنیم برای رفع این تشنجات و همچنان ترویج مسائل اقتصادی با کشورها. سپاسگزارم. آقای حسن، پس پیچیدگی راه چی است و تا چه زمان این بگومگوها ادامه پیدا میکنه و نشست ها ادامه خواهد پیدا کرد؟ آیا به این زودی ها به یک نتیجه در مورد افغانستان هم منطقه و هم در سطح جهانی به یک زبان واحد برسن امکانش وجود داره؟ به احترام جناب پویا صاحب عرض بکنیم، یک عرض کوچک. ببینین، قصر کرملین سمبول اتحاد شوروی بود، سمبول تزار روس بود، سمبول روسیه امروز است. امروز در قصر کرملین از بالای سرش بم میفته، ببینین که قصر کرملین دیگه هیچ شده. قدرت اول قدرت دنیا را در سرش در قصر کرملین بم زده میشه دیگه. برای روسیه از نظر یک نظامی و یک سیاسی چیزی برای روسیه نمانده که روسیه بگه که ما یک چیزی هست، خلاص شده. روسیه قصهش داستانش ده نمیجه، در حال ختم است. یک مسئله از ایست که آیا در افغانستان کدام اجماع درستی با وجود میاید دورهای دیگه دولت افغانستان طالب ها را رژیم امارات اسلامی را به رسمیت بشناسه؟ باید این را طوری تحلیل بکنیم. اولین کاری که رژیم طالبان میکنه با مردم خود صلح کنه، با مردم خود مدارا کنه. صلح با مردم چی است؟ اجازه بده دخترها به مکتب بره و خانمها کار بکنن، حقوق بشر را مراعات بکنه.
به خاطر ساختن افغانستان مربع اگر دیگرا 5 ساعت کار بکنه امارات اسلامی باید 6 روز کار بکنه. یک خوبی امارات اسلامی همیست که امنیت برقرار از شمال تا جنوب شرق تا غرب. یک دوم از این فساد دزدهای غنی و قرضه فاسدهای از فامیلی و گم شدن رفتن. امروز در افغانستان فساد در حدود 70% پایین آمده. 30% که فساد وجود داره در هر جایی که فساد باشه موریانه میزنه، کشور از بین میبره، نابود میسازه. اونامو فاسدهای رژیم غنی و طرزه که تابالی در دستگاه دولت مانده اونامو ها رشوت فساد و طالب ها رو یک مدار آموخته کردن. ما میبینیم طالب ها یک لنگی های ابریشمی کالای بسیار پیشنی موترهای بسیار پیشنی میکنه. اونامو کسا رو با مو شکل میبینیم و اونامو با دزدی شروع کردن. در غیر صورت یک عالم دین، یک مسلمان صادق باید بسیار ساده با مردم خود باشه. این موترهای لنگکروزارهای بسیار قیمتی رو چرا سوار میشین؟ خجالت بکشین. اعضای حزب دموکراتیک خلق افغانستان هم اعضای گروه سیاسی شد اینمی رقم از مردم تجرید شدن، نابود شدن، رفتن. امروز هیچ چیزی نیستن. اگر شما از مردم تجرید شوین، از مردم خود جدا بکنین، اگر شما سر مردم تو غرور نشان بدین، شما مثل دولت کرزه غنی و گذاشته های خود نابود میشین، میری کل دنیا سرتان سردگرا میخوانه، سر شما میخوانه. ببینید خانه معقه، خانه خلیلی، خانه دوستم، خانه مزاری، خانه دیگه ای گلاغا شیرزای کرزه یا چی مال چی دارایی ما داخل چی کجا بردن چی کده تانستن. اونمو مردم خود چور کده بودن، مردم خود اذیت کده بودن. بنان امروز تمام دنیا یار نفرین میفرستن از طالب ها. ما خواهش میکنیم اگر مسلمان هستین با قرآن اعتقاد دارین، با راه رسول پیغمبر اعتقاد دارین، عدالت برقرار بسانید. عدالت شما همیست که اولین بار باید شروع کنین خائنین ملی را باید محاکمه بکنیم. کسایی که در کابل و ایران کرده، کابل از بین برده و ایران کنیم. دارایی های خائنین ملی رو باید ضبط بکنیم. غریبا و فقیرا رو بتون توجیه کنیم برای غریبا و فقیرا. این ای عدالت است. اینکه به گپ نمیشه شما بگید ما عدالت اسلامی عدالت عمری برپا میکنیم، در عمل این چیز رو شما اجرا نمیکنیم. آمدیم سر مسئله روس ها چی میخواین از افغانستان. روس ها در جهان از نگاه سیاسی نظامی اقتصادی شکست خورده. برای افغانستان میخواه یک ماجراجویی های در داخل افغانستان بکنن، از این آب خدک و مایی بگیرن. برای ما مردم افغانستان و رژیم طالب ها را گوشزد میکنیم. با ویروس های شکست خورده، با ویروس های فراری که از افغانستان شکست خورده فرار کردن، او قدر روی خوش نشان ندیم یا هیچ وقت به هیچ کس وفا نکرده. اما حزب دموکراتیک خلق افغانستان که چه روز به نفع روس کار میکرد، به نفع کمونیسم از یا کار میکرد، آخر اوار هم در دشت ایلا کردن فرار کردن رفتن. یا نامردترین بیوفاترین انسان ها هستن سیاست روسا. بسیار زیاد تشکر آقای پویا، جنبنده شما را میشنویم. دو دقیقه فرصت. ما باتون بگم که ما از رای تشنج باید با هیچ کشوره برخورد نکنیم. هر چی بود گذشت، اما ما آینده داریم. ما باید آینده افغانستان بسازیم. آینده افغانستان در تعامل با کشورها است، نه در تقابل. باید از رای تعامل پیش ببریم. ما ملت سیم که ضرورت داریم به مناسبات. ما اقتصاد ویران داریم. ما پرابلم های زیاده داریم. اگر امروز در تشنج های کشورها خود دخیل بسازیم، ما رای حل بیرون رفته از معضلات افغانستان پیدا نمی کنیم. بنابراین خوب است که اگر طالبان از سیاست نرم در رابطه با کشورهای منطقه که بسیار اهمیت کلیدی در شرایط امروز بر افغانستان دارن استفاده بکنن و تعاملات خود با همه کشورها متوازن پیش ببرن و یک سیاست درست خارجی را مدیریت بکنن تا بتونیم که معضلات افغانستان. بارها وزیر خارجه، حالا سرپرست وزارت خارجه امارات اسلامی، بارها همین موضوعی که شما گفتین مطرح میکنن. ما سیاست متوازن داریم و روابط نیک با کشورهای منطقه و جهان میخواهیم. چرا به وجود نمیاد؟ تا اینجای کار نیامده. پرابلم ما در داخل ماست، در داخل خود نظام است. باید ما گفتیم قسمی که اصلا سب گفتن باید تمام حقوق بشری در افغانستان مراعات شد، باید حکومت مشروع در افغانستان شکل بگیره تا بتانیم که امو ادعایی که کشورهای منطقه و جهان داره او را رد بکنیم. این ارتباط میگیره با سیاست داخلی ما. اما در سیاست خارجی ما با شما موضوعات بیان کردم که چین و سیاست باید پیش بگیریم. بله، اگر فکر میکنید در این نزدیکی ها کدام روشنی میبینین که با توجه به نشست ها و دید و بازدید ها و بگو مگو ها، یا اینکه نه راه دور است؟ نه، ما هیچ وقت نباید همو خوشبینی های خود از دست بدیم. هم امکانات وجود داره، هم گزینه ها وجود داره.
اما امروز شرایط حتی بهتر از دیروز است، بخاطر امروز کشور ما کشور وابسته نیست. واقعا ما از خودکفایی داریم در اساس سیاست خارجی. امکانات وسیع وجود داره، باید استفاده بشه. بسیار زیاد تشکر آقای دکتر پویا و آقای حسن از حضور هر دو مهمان عزیز، سپاسگزارم. به همین ترتیب میرسیم به پایان فراخبر. از شما سپاسگزارم. شب روز بخیر.